Everyone. Not everything goes as planned. Get your peace of mind with Inchiffin Travel Insurance. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. نگاهی به انواع بیمه و سرمایه گذاری. دیگر برنامه‌ای که در خدمتتون هستیم از تصویر ایران. خب هوای تابستون، از این فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم. مسلماً تابستون برای همه افراد در اقصا نقاط دنیا تابستونه، ولی حالا یکم در واقع متفاوت در کشورهای مختلف و شهرهای مختلف. در اینجا هم که کانادا در واقع ما هستیم، تورنتو، در واقع سعی داریم که از هر فرصتی به خوبی استفاده کنیم. قبل از هر چیزی با بهترین آرزوها در واقع امیدواریم که شاد باشید و تندرست. و عرایز بنده و شرکتمون اینشوفین، شرکت بیمه رحیمیان، موجب آرامش شما باشه و بتونیم در خدمتتون باشیم. صحبت از آرامش شد. اعتقاد داریم بیمه میتونه موجب آرامش بشه و مسلماً موقعی هم این میسر خواهد شد که ما به موقع اقدام بکنیم برای خودمون، برای خانوادهمون. آنچه که مربوط به خودمون هست مسلماً در زمان حیات میتونیم استفاده کنیم، و آنچه که مربوط به خانواده هست مسلماً بیشک در زمان حضورمون آرامش خودمون و در زمان عدم حضور خودمون آرامش خانواده و امنیت خانواده است. و این کار میسر میشه با بیمه، با فاینانشال پلنینگ یا همون طرح و برنامه ریزی در زمینه های مختلف، از سرمایه گذاری گرفته که بیشک چیزی رو که ما بهش اعتقاد داریم سرمایه گذاریه که بتونه در واقع موجب امنیت و آرامش ما باشه، نه اینکه خود سرمایه گذاری با آپندان ها، بالا پایین شدن هایی که معمولا وجود داره در هر سرمایه گذاری که امروزه شاهدش هستیم در اقصا نقاط دنیا، خودش در واقع ایجاد خطر و نگرانی برای ما نداشته باشه. و بیشک چه در طرح بازنشستگی و چه در مورد سرمایه گذاری برای بچه ها که با پلن های مختلف میتونیم در خدمتون باشیم، و همینجور طرحی که در کانادا وجود داره به نام TFSA که Tax Free Saving Account هست، مهم اینه که حتی در اینوستمنت سرمایه گذاری هم کاری رو بکنیم که متفاوت باشه از بانک ها و مؤسسات مالی، و آن چیزیه که در شرکت های بیمه اتفاق میفته، یعنی سرمایه گذاری انجام بشه که قابل امنیت کامل داشته باشه. اگر افت و خیزی در واقع به وجود میاد بتونه در برابر این تغییرات محافظت بکنه و صاحب پول و سرمایه گذار ایجاد امنیت رو داشته باشه و آرامش رو داشته باشه و نگرانش نباشه. این همون معنیه که ما در بیمه داریم و همیشه بهش اعتقاد داریم که بایستی پلنی رو، مدلی رو به در واقع شنوندگان و بینندگان عزیز پیشنهاد بکنیم که بتونن آرامش داشته باشن. شنوندگان ما در واقع تورنتو و کانادا میتونن از این پلن ها استفاده بکنن. سرمایه گذاری های سکیور ممکنه در کشورهای دیگه نظیر امریکا پلن های دیگری باشه که همکاران من قطعا اونجا میتونن جوابگو باشن، و یا در بعضی کشورها حتی ایران خودمون میتونه سرمایه گذاری های دیگری باز باشه. پس به طبع اگر راجع به سرمایه گذاری سکیور صحبت میکنیم، موضوع بحث کانادا هست. البته اون هم در استان های مختلف متفاوته، ولی از اونجایی که شرکت ما لایسنس های مختلف در اقصا نقاط در واقع ایالت های مختلف یا پراوینس های مختلف، استان های مختلف داره، میتونه جوابگوی شما باشه در این خصوص. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید که بتونیم در این بخش هم در خدمتتون باشیم. امروز قصد داریم بعد از یک میان برنامه
به موضوع اشاره کنیم که فکر میکنیم که تا دیر نشده راجبش بهتر صحبت بشه، و اون تغییریه در قانون، قانونی که مدتها موضوع بحث بود در بیمه های نظیر بیمه عمر و همینجور در بخش بیماری های سخت یا critical illness معرف حضورتون هست، بیمه ای که قراره در صورت بیماری فردی که در واقع بیمه شده به واسطه بیماری بتونه پولی رو در زمان حیاتش دریافت کنه. حالا چرا موضوع بحث و راجع به بیمه عمر و بیماری های سخت اشاره کردیم و قانونی که میتونه در واقع قابل توجه باشه در بیمه و مسلماً تأثیرش رو برای افرادی که در واقع با این موضوع برخورد داشتن و دارند، موضوعیه که گفتیم تا دیر نشده راجبش صحبت کنیم. من سعی دارم این رو در پس از میان برنامه خدمتون عرض کنم، ولی با ما باشید که این موضوع رو به شما بگیم. از جمله این که پیشنهاد میکنم coverforyou.ca ملاحظه داشته باشید. وبلاگ ما به زبان فارسی هر هفته دو تا مطلب لااقل به سمع و نظرتون میتونه برسونه و در خدمتون باشیم با آخرین اطلاعات علمی و ارتباطش با بیمه، که من فکر میکنم خوندنش بسیار مفیده و چون به روزه و چون به درستی سعی شده و میشه که بتونه فارغ از تبلیغات بتونه مطالب آموزنده ای رو در اختیار علاقمندان قرار بده. لطفاً به یه میان برنامه توجه بفرمایید. How wide does it have to spread before you take notice? Protect yourself with Inchofin Insurance. خب خبر چی بوده؟ چی هست؟ بله، راجع به تغییری که در بیمه های نظیر بیمه عمر به وجود اومده و موضوع بحث ماریجوانا بوده. ماریجوانا همجور که معرف حضورتون هست جزو دخانیات به حساب می اومده و میاد و در کشور کانادا به لحاظی که در واقع دولت با توجه به دلیلی که داره و موضوع بحثش و دامنه و موضوع بحث آزادش کرده، خب البته برای خودش تعریف داره هر چیزی، ولی نکته ای که بود این بود که قدیم اگر کسی ماریجوانا استفاده میکرد این اسموکر بود، یعنی به عنوان یک فرد سیگاری شناخته می شد و می دونید که این موجب در واقع افزایش نرخ بیمه خواهد شد. خب تغییری که به وجود اومد این بود که دونه دونه شرکت های بیمه در واقع سعی داشتن که این با این قضیه خودشون رو هماهنگ کنن، مچ کنن، و این کارو کردن. یعنی این که الان به تازگی می بینیم که تقریبا میشه گفت اکثر شرکت های معتبر بیمه اومدن در این خصوص این موضوع رو در واقع لحاظ کردن و فردی که ماریجوانا استفاده میکنه اون رو در واقع به عنوان نان اسموکر میشناسن. قابل صحبته که همچنان سیگار و سیگارت و دیگر موارد موضوع بحث دخانیات همچنان موضوع در واقع رید شدن هست و موجب افزایش قیمت خواهد شد، اما در خصوص ماریجوانا این قضیه در واقع نان اسموکر شناخته شده. ما سعی داریم افراد رو به سلامت دعوت کنیم. اینکه واقعا چقدر میتونه ماریجوانا موجب سلامت باشه یا نباشه موضوع بحث من نیست و راجبش نمیخوام صحبت کنم. من هدفم این بود که چون در برنامه‌های گذشته و یا در بیمه همیشه این بحث بود که تمامی موضوعاتی که به دخانیات مربوط میشه میتونه موجب رید شدن و اسموکر شدن فرد شناخته بشه، چون این تغییر به وجود اومده خواستم خدمتتون این موضوع رو آپدیت کنم، بروز کنم
به سمع و نظرتون برسونم. هدف شرکت ما، هدف بنده اینی که قبل از هر چیزی شما رو به سلامت دعوت کنم، با اینکه گاهی بعضی ها براشون قابل تعجبه که چرا، ولی سیاست شرکت ما اینی که موضوع خطرها رو بشناسیم، ریسک منیجمنت و مدیریت خطر رو بشناسیم. به تبع بیمه میتونه موجب آرامش باشه. اینکه چقدر بیمه میتونه موجب آرامش ما و امنیت ما باشه، این بر کسی پوشیده نیست و من خوشحال میشم که حتما به وبلاگ ما ملاحظه بفرمایید. سعی شده جدا از وبلاگ ما که مطالبی سعی داره و داشته که به روز داشته باشه به زبان فارسی، وبسایت زبان انگلیسی ما که inshofin.com هست، در این بخش نیوزلتر یا آرتیکل ها بتونه به زبان انگلیسی در اون بخش هم خودشو به روز بکنه و این کار در چند روز گذشته انجام شده. دیگر کاری که شده و خوشحال میشم که ملاحظه داشته باشید و نظر شما رو داشته باشیم، در بخش تستمونی هست، بخشی که شما میتونید نظراتتون رو به ما بدید، به عبارتی به ما نمره بدید، به ما موضوعی که دارید، نظری که دارید و یا ایرادی که میتونید داشته باشید و بگیرید از وبسایت های ما و یا احیانا نظرتون از کار ما، سرویس ما رو به ما ارائه بدید. به تبع این میتونه موجب بهینه شدن برنامه ما باشه و بشه و من از همینجا فرصت رو غنیمت میشمرم. سعی دارم تشکر کنم از کسانی که وقتی که از ما سرویسی رو میگیرن، خریدی رو میکنن و ما در خدمتشون هستیم، حتما سری به این تستمونی بزنن و یا وقتی که براشون ارسال میشه نظرشون رو به ما ارائه بدن که بتونیم بهتر و بیشتر در خدمتتون باشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر. خدا نگهدار. Don't leave your family alone. Get your life insurance through Inchiffin.